ترورستان امواره از ضعف‌های حکومت و اختلاف مقام‌های حکومتی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کردند. با باور سیاسیون، اکنون که تروریسم دولتی بیش از هر زمان برای تأمین اهداف دولت‌ها به کار گرفته می‌شود، باید کارگزاران دولت‌های آسیب پذیر برای سرکوب تروریسم اختلاف‌ها را کنار بگذارند. اختلاف ما سبب از این شده که دشمنای ما در بین ما نفوذ بکنند. متاسفانه در اینجا هم عده‌ای از رهبرای ما تبعیض، تعصب و اختلاف به خاطر از این که خودش رهبر ببانه تبلیغ میکنند. این سیاسیون از موجودیت افراد متعصب در درون نظام نیز نگرانی میکنند و میگویند تعصبات این افراد سبب تقویت دشمنان مردم افغانستان شده است. این سیاسیون از حکومت میخواهند که با چنین افراد در داخل نظام برخورد قانونی کند. با افراد مریض، با مشاورین مریض، با چهره هایی که در ساختار حکومت و غیر حکومت مریض هستند و متاسفانه اختلافات داخلی را در درون دامن میزنند و حامی منافع کشورهای تروریستی هستند در داخل، تکلیف ملت باید با آنها روشن کنیم. این سیاسیون بخش بزرگی از مشکلات کنونی در کشور را اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی میگویند. چرا ما به مشکلات امروز دچار هستیم؟ سه عنوان را فقط فهرستش اشاره می کنم. نکته اول، اختلافات درون نهادی حکومت وحدت ملی است. این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفته است که کسانی که به اختلافات قومی دامن می زنند دشمنان اصلی مردم افغانستان هستند و بدون تطبیق عدالت اجتماعی تأمین صلح در کشور مشکل است.